سلام خدمت همه همراهان و دوستان همیشگی مارکت نیوبی. خیلی از بچه ها به من توی مدت پیغام دادن و از من خواستن که یک ویدیو پر بکنم و سریع توضیحاتی رو عرض کنم خدمتتون راجع به اتفاقاتی که در مارکت داره میفته توی این مدت دو هفته اخیر، سه چهار هفته اخیر و از زمان شروع کرونا ویروس. ببینید دوستان، اتفاقی که افتاد این بود که ما همیشه از ماه سپتامبر، اگر خاطرتون باشه سپتامبر 2009، همیشه به شما هشدار میدادیم که مارکت خیلی خرید زیادی روش انجام شده، سهام ها خیلی گرون هستن و هر لحظه امکان داره یا یک تصحیح و یا یک اتفاق فروش بزرگ انجام میپذیره. ما هیچ وقت انتظار سقوط مارکت رو نداشتیم، انتظار یک فاجعه بدتر رو داشتیم به اسم رکود بزرگ. رکود بزرگ زمانی به پدیده اطلاق میشه که شما به مدت چند سال قیمت ها به صورت نزولی و به سمت پایین تدریجی حرکت بکنه. این اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه نه شما میتونید، یعنی هیچ حرکت مارکت رو نمیتونید پیش بینی بکنید، چون خیلی یواش و تدریجی داره به سمت پایین حرکت میکنه. اقتصاد خوب نیست، به شغل ها صدمه میخوره، خیلی آدم ها بیکار میشن و هیچ کی از این قضیه سود نخواهد برد از قضیه رکود بزرگ. چرخه اقتصادی همیشه یک سود داره، همیشه یک رکود داره یا یک افت داره. ما انتظار یک تصحیح رو داشتیم، چیزی کمتر از 20% افت از مارکت از ماه سپتامبر. واسه همین به شما همیشه میگفتیم که 20% پول نقد نگه دارید. اگر توی گروه و کانال هم نگاه بکنید همیشه پیغام میدادیم که مارکت باید خیلی محتاط باشیم. همه خیلی خوشحالن زمانی که همه دارن خرید میکنن. آن ایمپلویمنت یا نرخ بیکاری در پایین ترین سطح خودش قرار داره. اقتصاد آمریکا خیلی خوب هستش. این زمانیه که همه خوشحالن و این زمانیه که ما باید بترسیم و از مارکت بکشیم بیرون. خب با این تفسیر و با این عقیده رفتیم جلو، 50% پول نقد نگه داشتیم، در بعضی موارد 40% پول نقد نگه داشتیم، برای بچه‌های گروه وی آی پی، برای بچه‌های گروه الماس 50% پول نقد نگه داشتیم و طبق پیش بینی این اتفاق افتاد. حالا دقیقاً اون زمانی که ما فکر می‌کردیم نیفتاد، ما فکر می‌کردیم اواخر 2019 بیفته، اوایل 2020 اتفاق افتاد. دقیقاً اون نوک زمانی که مارکت با سرعت خیلی زیادی هم بالا میرفت اتفاق افتاد. خب پول نقد ما الان به کارمون میاد. خیلی ها از این قضیه وحشت کردن، سوال میکنن که چقدر این قضیه طول میکشه، تا چه حدی مارکت ممکنه بیفته پایین. مارکت ممکنه حتی از اینم بیشتر بیفته پایین به خاطر وحشتی که ایجاد شده. وحشت چرا ایجاد شده؟ به خاطر اینکه یه سری شرکت ها، یک سری صنایع مثل صنایع هتل، هاسپیتالیتی بزنس، مثل هتل، مثل ایر بی ان بی یا رستوران ها یا ایرلاین ها، در حد تا حد ورشکستگی رفتن جلو. برای که خب یک اپیدمی جهانی هستش، پندمیک یک اپیدمی جهانی هستش. این تا این حد رفته جلو. این ترس باعث ترس بیشتر شده. همیشه یه اصطلاحی هست تو مارکت که میگن اون موقعی که شما فکر میکنید یه مارکت از اون پایین تر نمیره، از اون یه ذره باز میره پایین تر. این یک اصطلاحه و برعکسش هم هست، میگن اون موقعی که شما فکر میکنید یه مارکت از این بالاتر نمیره، از اون باز یه ذره میره بالاتر. اما بعد از اون شرایط به یه حالت ثابتی خواهد رسید و مارکت دوباره برمیگرده. حالا چه مدت طول میکشه؟ طول کشیدنش بستگی داره به اون همون بحثی که اپیدمیولوژیست ها انجام میدن، یعنی کسایی که متخصص بیماری های همگانی هستن، پزشکان یا کسایی که در زمینه بحث بیماری های همگانی متخصص هستن، ویروس شناس ها. ببینید ویروس کلن نرخ همگیری یک بیماری، نرخ سرایتش از یک منحنی بل، منحنی زنگ، به شکل یک زنگوله هستش، مثل منحنی توزیع نرمال، از اون پروی میکنه. یه جایی داره، یک پیکی داره، به اون پیک میرسه لاجرم به سمت پایین حرکت میکنه، چون ویروس بیشتر از یک حدی نمیتونه هوست های خودش رو، میزبان های خودش رو مبتلا بکنه. ما باید ببینیم که اون زمان چقدر هست. اون زمان بستگی داره. اگر همه گیری، اگر نرخ سرایت این بیماری خیلی زیاد باشه، با سرعت زیادی میره بالا و با سرعت زیادی هم میاد پایین. اگه نه بتونیم با روش های پیشگیری این نرخ رو بیاریم، اون قله نمودار به توزیع نرمال رو بیاریم پایین تر، به تب با سرعت کمتری میره بالا و خب کمتر هم طول میکشه دوباره بیاد پایین. بنابراین قله کوچکتری خواهد بود، زمان کمتری طول میکشه که به حالت نرمال برگردیم. نمودار توزیع نرمال چاقتر نمیشه، بلکه قلهش میاد پایین تر. خب
به مجرد اینکه سرمایه گذارانی که الان با پولهای نقد 1 تریلیون دلار 2 تریلیون دلار و حتی بیشتر الان بحث هستش که ببینید این مارکت استاک مارکت در چند سال اخیر، در 10 سال اخیر که مارکت گاو بوده، ثروت خیلی زیادی رو ایجاد کرده. این ثروتی که ایجاد شد خیلی توی قله فروختن و الان با پول نقد منتظر کنار نشستن، شاید 1 ماه شاید 2 ماه، ولی به مجرد اینکه یا یک واکسن بیاد یا اینکه احساس بکنن که مثلا آمریکا یا کانادا، حالا کانادا که عددی نیست به صورت آمریکا، مثلا تعداد کیس هایی که داره هر روز مبتلا میشن رو به کاهشه، مثل اتفاقی که برای چین افتاد، به محض اینکه اتفاق بیفته و دقیقا سرمایه گذاره از اینکه خب حالا دیگه وحشت عمومی داره یواش یواش میخوابه، اون پول رو وارد مارکت میکنن، اون پول هم یواش یواش وارد مارکت میکنن، یهو وارد مارکت نمیکنن. و اون زمانی که ما باید با این پول نقد خودمون به صورت تدریجی وارد شیم، پوزیشن هات رو نفروشید، به خاطر اینکه این دقیقا کاریه که اگر پوزیشن قرمز دارید پوزیشن قرمز رو نفروشید، برای این دقیقا کاریه که افراد عامی انجام میدن. افراد عامی، افرادی که سطح معلومات زیادی ندارن، معمولا با خبرهای دست دوم زندگی میکنن، هیچ وقت نمیتونن پشت یک خبر رو ببینن که داره چه اتفاقی میفته. مثلا نگاه میکنن همه دارن میفروشن، مثلا نگاه میکنن تو فیسبوک همه هدلاین زنن که او الان داره یک اتفاق خیلی وحشتناکی میفته، رکود اتفاق افتاده، شرکت ها ورشکست شدن، خب عکس العمل نشون میدن. اما افرادی که یه خورده به قول معروف دانش و اطلاعات بیشتری دارن و دید بلند مدت دارن، از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده خواهند کرد. این کاری که ما باید انجام بدیم، باید بدونیم که علت افت مارکت چیه. ای افت مارکت اصلا چیز بدیه که به اعتقاد من اصلا چیز بدی نیست. این افت سریع و شارپ اتفاقا یک اتفاق خجسته است برای ما که بتونیم ازش استفاده کنیم. پوزیشنامو قرمز هم ببینیم، ما از ابزار پر ریسک استفاده نکردیم، از سهام استفاده کردیم. تقریبا بیشتر از بچهای گروه ما حساب مارجین ندارن، بلکه حساب کش دارن، یعنی از پول قرضی استفاده نمیکنن، پول خودشونه. یه مدتی مایده قرمز میشه، بعد از یه مدتی میره بالا. تجربه 100 سال اخیر مارکت آمریکا نشون داده که همیشه این ریکاوری انجام میشه. مثل تعدادی از دوستان نباشید که پیغام میدن آقا این سهامایی، یه دوستی من پیغام داده بود آقا این سهامایی که شما گفته ما بخریم روز به روز داره میاد پایین‌تر، این چه وضعیتیه؟ خب ایشون نگاه نمیکنه که کلیت مارکت به خاطر اینکه وضعیت پاندمیک، یعنی وضعیت همه‌گیری جهانی، کل مارکت داره میاد پایین. ایشون فقط دیدش دید لوکال هستش که از بی تجربگی میاد، اشکالی هم نداره، ولی باید از این عنوان فرصت نگاه کرد. اتفاقا من منتظر این افت بودم، برای اینکه ما وقتی که افت اتفاق میفته جا به اون میده که بتونیم در کف اتفاقا از ابزارهای یه خورده ریسک بالاتری استفاده کنیم و سود چند ساله خودمون رو داشته باشیم. فراموش نکنید که همیشه در شرایطی که مارکت داره میفته پایین همه خبرهای بد میدن، همه میترسن، مثل همین اتفاقی که افتاده دیگه، همه رفتن دستمال توالت خریدن، همه رفتن نمیدونم همه دیسینفکتورها، همه ژلای ضد عفو کننده رو خریدن. خب این یک حرکت عکس العملی عامه هستش. 90-95% مردم جز این گروه عامه هستن، شما جز اون 90-95% نباشید. صبر بکنید، اگر احساس میکنید بهتون کمک میکنه به پوزیشن های قرمز خودتون نگاه نکنید. اگر میرون مختون میرون نروتون اونا نگاه نکنید، یه خورده دیده وسیع تری داشته باشید، صبر کنید سر فرصت. 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه الان که دارم این ویدیو رو پر میکنم اواخر مارس سال 2020 هستش، یکی 2 ماه دیگه صبر بکنید. مثل من که تو خونه نشستم، صورتم حتی اصلاح نکردم، سر کارم نرفتم، به کارهای دیگه پردازید، به خانواده پردازید و منتظر زمانی باشید که بتونید به راحتی وارد مارکت شید با اون باقی مانده پول نقد خودتون و سود برای حداکثر داشته باشید. چقدر طول میکشه بستگی داره که جامعه چطور بتونه این قضیه رو مهار بکنه. چین 3 ماه مهار کرد، ممکنه آمریکا 6 ماه مهار بکنه، 5 ماه مهار بکنه. در نهایت اتفاق خاصی برای پول شما در دراز مدت نخواهد افتاد. اگر خوب فکرشو بکنید، صبر کردن 5 ماه 6 ماه برای برگشت سرمایه و برای سودبری در مقایسه در مقام مقایسه با یه خونه که شما می‌خرید می‌ندازید اونجا 5 سال 10 سال زمان زیادی نیستش. خب اگر بازم سوالی در مورد شرایط حاکم دارید، شرایط بحث کرونا ویروس، کامنت بذارید پای همین ویدیو و من سعی میکنم به همه اونها جواب بدم. چند تا ویدیو دیگه انشالله براتون پر میکنم برای بحث مربوط به میوچوال فاند و بحث مالیات که بتونیم انشالله اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار بدیم. خیلی ممنون که به این ویدیو توجه کردید. روز روزگارتون خوش باشه.